بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر عزیزان به جلسه 33 از مباحث سلوک دیندارانه در جهان مدرن رسیده ایم و خدا رو شاکریم، همچنان از عزیزان و حاضران هم شاکریم که مجلس رو گرم میکنند و قدم رنجه میکنند و گوش به سخنان ما می سپارند. همچنین متشکریم از دوستانی که غایبانه بر سر این سفره می نشینند و با ایمیل ها و نامه هاشون بنده رو در جریان سوالات و پرسش ها و نقد های خود قرار می دهند. از همین جا من به همه اونها هم درود می فرستم. بحث امشب ما بحثی است که امید می‌بردم که چند ماه زودتر اون رو القا و ایراد می‌کردم، اما تقدیر و تدبیر بر هم مطابق نیفتادند و ناچار چند ماه دیرتر اون رو ایراد می‌کنم. علت این امر این است که می‌خواهم در باب مارتین لوتر سخن بگویم که یکی از چهره‌ها مهم در تاریخ ادیان است و همچنین یکی از کاندیداهای مدرنیزاسیون جهان ماست و چون در عالم دین و تاریخ دین نقش بزرگی داشته، ما که درباره سلوک دیندارانه در جهان مدرن سخن میگیم باید سری هم به کوچه او و خانه او بزنیم و در خانه او رو بکوبیم و ببینیم و بدانیم که او چه در انبان داشته و چه به ارمغان آورده است. همه کسانی که در باب مدرنیته و مدرنیزیشن نوشتند ناچار از مارتین لوتر هم یاد کردند و تعلیمات او رو هم به میان آوردند و نسبت او رو با مدرنیته به بحث و یا به چالش نهادند. خب چرا چند ماه پیش؟ برای اینکه مارتین لوتر دقیقاً در 31 اکتبر 1517 تزهای خود رو که علیه کاتولیسیزم بود اعلام کرد. شرح این ماجرا رو به تفصیل خواهم گفت و پارسال یعنی سال 2017 دقیقاً 500مین سال عمر رفورماسیون بود، یعنی ظهور مارتین لوتر، ظهور اندیشه لوتریزم و پروتستانتیزم و رفورم در دین مسیح و در کلیسای کاتولیک. به همین مناسبت دوستانی که می دانند و به این امور حساسند لاجرم در سال گذشته یافتند که چقدر مقاله در باب لوتر و نهضت او و مکتب او منتشر شد، چقدر کتاب منتشر شد و چه باز اندیشی ها و نونگری هایی در مورد او صورت گرفت. لوتر همیشه یک چهره کنتروورشیال و جدال انگیز در تاریخ بوده است، هم از جهات دینی و هم از جهات سیاسی و اجتماعی، و روز به روز هم نقش او مورد بازنگری بیشتر قرار می گیرد. این در جهان مسیحیت است. در جهان اسلام هم لوتر گامی دارد و نقشی دارد برای اینکه پاره از مسلحان ما چه در ایران و چه در قسمت‌های دیگر جهان اسلامی، جهان عرب، اینها در نهضت اصلاحیشون چشمی هم به نهضت مارتین لوتر داشتند و به صراحت از او یاد می‌کردند. شاید نزدیکترین کسی به ما که از لوتر یاد کرده مرحوم دکتر شریعتی است که می گفت باید یک پروتستانتیزم هم در اسلام پدید بیاید، همونطور که در مسیحیت پدید آمد. این سخن او البته مورد نقد قرار گرفت، نقد پذیر هم هست، اشاره خواهم کرد، اما نشان می دهد که همه مسلحین ما، یا البته همه نباید بگم، تعدادی از مسلحین ما چشمی به لوتر هم داشتند
و اون نهضت رو یک نهضت شبه روشن فکرانه و مدرن در دین مسیحیت می دانستند، الگویی می شمردند برای پیروی، برای دنبال کردن و برای پدید آوردن نهضتی شبیه آن در عالم اسلام. من چند ماه پیش در کانادا یک سخنرانی مبسوط و مستقل در باب مارتین لوتر داشتم از منظر نواندیشی دینی و اصلاح مذهبی، از اون جهت اون رو مورد کاوش و بازبینی قرار دادم. اینجا اون سخنان رو چندان نمیخواهم تکرار کنم، بلکه از منظر نقشی که کسانی برای لوتر در مدرنیته و مدرنیزاسیون تاریخ قائل بودند میخواهم در این باب نگاهی بیفکنم، نکاتی رو ذکر کنم و نتیجه هایی بگیرم. عرض میشود که جناب آقای مارتین لوتر که تا 30 سالگی فرد کاملا گمنامی بود، اما در گمنامی و در عزلت و خلوت خیش با خود جدال‌ها داشت، چنان که در یادداشت‌های خود آورده است، ناگهان در سال 1517 در 31 اکتبر برخاست و بر در کلیسای ویتنبرگ، شهر کوچکی که لوتر در آنجا به روحانیت عمر رو سپری می‌کرد و گاهی هم در کلیساها اینجا و اونجا سخنرانی میکرد، بر در کلیسای ویتنبرگ یک لوحه رو آویخت که بر اون لوحه 95 تز 95 اصل نوشته شده بود و این 95 اصل انتقاد صریحی بود از کلیسای کاتولیک. به سرعت برق و باد این اعلامیه پخش شد به همه جای آلمان و سپس به همه جای اروپا. در مدت کمی، شاید کمتر از 2 ماه، روز به پایان سال مسیحی 1517 نرسیده بودیم که تقریبا تمام جهان مسیحیت از اندیشه های لوتر آگاه شد. لوتر یک اقبال داشت و اون اقبال این بود که در همون نزدیکی آقای گوتنبرگ ماشین چاپ خودش رو به میدان آورده بود. یکی از اولین خدماتی که این ماشین چاپ کرد به مذهب بود، به دین بود. یکی از اولینهاش چاپ اعلامیه مارتین لوتر بود و توزیع اون در سراسر اروپا، و دومینش چاپ ترجمه لوتر از کتاب مقدس بود. ترجمه لوتر از کتاب مقدس مدت‌ها بعد صورت گرفت. ابتدا نیو تستامنت عهد جدید رو ترجمه کرد که نوشتن در 11 هفته اون رو ترجمه کرد و ظرف 1 سال بیش از 85 چاپ خورد و انتشار فوق‌العاده یافت، چون انجیل تا اون موقع به زبان گریک، یونانی یا زبان لاتین موجود بود و فقط مردم با سواد می توانستن اون رو بخوانند، به زبان محلی، به زبان آلمانی وجود نداشت. و بعد از عهد جدید مدتها، سالها کار کرد روی عهد قدیم و تورات رو هم به آلمانی ترجمه کرد و باز هم قول گوتنبرگ، یعنی ماشین چاپ او، توانست که این کتاب رو بر دوش بگیرد و به سراسر اروپا ببرد و نام لوتر رو به منزله، یعنی از اولین مترجمین کتاب مقدس پایدار کند. باری در آخر اکتبر 1517 بود که این تزها بر در کلیسای ویتنبرگ آویخته شد و مردم از او اطلاع یافتند و به سرعت هم پخش شد و هم مورد جدال و مخالفت قرار گرفت. خب مسئله چه بود؟ مسئله این بود که جناب لوتر اولا یک تئولوژین بود، یعنی یک الهیدان بود، یک متکلم بود، و چنان که بعدها خود اظهار داشت، از مدتها پیش در دلش شکوکی، شبهاتی و سوالاتی رویده بود، هم نسبت به نوع الهیات
مسیحی که کلیسا تعلیم میداد و هم نسبت به خود نهاد کلیسا و روحانیت مسیحی و نقشی که در ترویج مسیحیت و تعلیم مسیحیت ایفا میکرد. نسبت به همه اینها پرسوال و پرپرسش شده. پاره از اینها رو هم با اساتید خودش گاه در میان میگذاشت، گاهی هم در حاشیه کتابهایی که میخواند آنها رو میآورد و مینوشت. کتابهای او که اکنون در اختیار است و همون حواشی هم که بر آنها نوشته شده نشان میدهد که او با خود و در درون خود چه جدالهایی داشته و چه نکات اصلی برای او مورد پرسش بوده است. یک سفر هم به ایتالیا و به روم رفت و این تنها سفری بود که او در عمر خودش انجام داد. رفت و این سفر هم برای او دستاورد معنوی چندانی نداشت، بلکه بدگمانی او رو نسبت به نهاد کلیسا بیشتر کرد. آقای لوتر عضو یک فرقه اوگوستینی بود و اوگوستینیان معمولاً ریاضت می‌کشیدند، سلیبسی یعنی عزوبت و ازدواج نکردن رو بر خود تحمیل می‌کردند و بسی سختگیری‌های دیگر. لوتر همه این دوران‌ها رو هم سپری کرده بود. وقتی که به روم رفت و اون کلیسای بزرگ رو با اون جلال و جمال و تجملات و زیورها دید، در دلش با خود می جنگید که این دستگاه با دستگاه درویشی مسیح چندان مناسبتی ندارد و این میراث نمی تواند میراث مسیحیت باشد. حتی در نوشته های خود آورده است که بسیاری از کشیشان رو دید که در عین بی اعتقادی مردم رو دعوت به دیانت میکنن، پول مردم رو میخورن، مال حرام میخورن، پرهیز لازم از محرمات ندارن. همه اینها رو هم در مرکز مسیحیت و روم اونجا به چشم خودش مشاهده کرد. مشکلات او افزونتر شد. اما وقتی این آتش شعله ور شد که کلیسا، چنان که همه مورخان نوشتن، در بیپولی مطلق گرفتار آمد. برای اینکه کلیسا همراه با پاره از امیران و پادشاهان دوران اسپانیا و آلمان و جاهای دیگه مشغول جنگ با ترکان بودند، همون قرن بود که ترکان حمله ور شده بودند و برای همیشه اونها مسلمانان و ترکان رو از اروپا راندن، یعنی پشت درهای وین اونها رو متوقف کردند و سلاح‌های تازه و آتشی که اروپاییان پرورده بودند توانست که از عهده حمله و هجوم ترکان برآید و اونها رو به عقب براند. کلیسا که در همکاری و همدستی با قدرت‌های روز به این کارها دست می‌زد، پول فراوانی خرج کرده بود و مقروض به بانک‌های اروپایی بود و همچنین به خاندان مدیچی که خاندان‌های ثروتمند و فرهنگ دوست ایتالیا بودند، احتیاج داشت که پول بسازند. برای پول سازی حیله‌ای به نظر آنها آمد. این حیله البته سابقه داشت، اما نه به اون وسعت و رواجی که ناگهان به دست کلیسا یافت. اون عبارت بود از راه انداختن یک بازاری یا دکانی به نام مغفرت فروشی. پاپ تضمین نامه میداد به مردم، به مسیحیان، به گناهکاران که دوران برزخ اونها رو با فروختن این مغفرت نامه ها کوتاه‌تر خواهد کرد. یعنی کسانی که در این جهان گناهی کردند و پس از مرگ وارد عالم برزخ میشوند و در برزخ معذب واقع میشوند، میتوانند با خریدن مغفرت نامه ها و با عفو و مغفرتی که پاپ با اتوریته خودش به اونها عرضه می کند، دوران برزخی خود رو کوتاه کنند و زودتر به بهشت بشتابند. تا
روز قیامت برسد و خداوند هم به حساب اونها برسد. نه تنها برای خودشون این مغفرت ها رو می خریدن و خیالشون رو راحت می کردن، بلکه برای اقوامشون، برای درگذشتگان، برای کسانی که پیش از خودشون از دنیا رفته بودن و احتمالاً گناهان و لغزش هایی هم داشتن، این مغفرت نامه ها در پاره از موارد شامل حال اونها هم می شد، گناهان اونها رو هم می بخشید و راهشون رو به بهشت باز می کرد. یک روز صبح آقای همون روزها اواخر اکتبر بود که آقای لوتر چشمش رو باز کرد، نماینده پاپ به شهر اونها آمده و مغفرت نامه ها رو هم با خودش آورده است. این چیزی بود که او از مدت ها پیش با اون مسئله داشت، اما آتش شعله برتر شد با ورود این شخص آمده بود و این بار مغفرت نامه کلانی، یعنی با قیمت های خیلی کلان برای آمرزش گناهان بزرگ و اینکه تقریبا یک سره خیال گناهکاران رو راحت کند که همین که پا به دنیای دیگه گذاشتن از معبر دوزخ عبور نخواهند کرد و یک سره وارد بهش خواهند شد. اینجا بود که غیرت دینی جناب مارتین لوتر جنبید و اون 95 تز خود را آورد و چنان که گفتم بر در کسل چرچ اون در ویتنبرگ، یک شهر خیلی کوچکی بود، اونجا آویزان کرد و همگان از او مطلع شدند و آویختن این اعلامیه همان و اعلام رفرماسیون همان و اکنون 500 سال از اون وقت می‌گذرد و جهان مسیحیت و بلکه میتوان گفت کل جهان دگرگون شده است با تأثیری که این اندیشه ها بر دیانت گذاشت و بر تاریخ گذاشت و حتی بر سیاست گذاشت. عرض میشود که خب بدیهی است که آویزان کردن یه اعلامیه نمیتونه این همه تأثیر داشته باشه. خب ماجرا وسیع‌تر از این حرف هاست و یک کانتکست و بستر تاریخی مفصلی داره. کسانی قبل از لوتر کم و بیش با همین چیزها در پیچیده بودند، اما موفق نشده بودند، سوخته شده بودند توسط کلیسا، اعدام شده بودند، انتقاداتی داشتند، ولی اتوریته کلیسا به قدری مقتدر بود که اونها رو به زودی مغلوب و سرکوب کرد و نگذاشت که صداشون برخیزه. یکی از اون مشهورترینشون کسی بود به نام هاس. اما آقای لوتر اقبالناک بود، یعنی چند چیز دست به دست هم داد و برای او یک بخت تاریخی فراهم آورد به طوری که جان به در برد و توانست خودش بماند، فعالیت خودش رو ادامه بدهد، جواب مخالفان رو بدهد، در پناه امیران آلمان روزگار نسبتاً بی دغدغه‌ای رو سپری کند، نوشته های خود رو دنبال کند و شاهد رواج اندیشه های خود باشد و حتی اونها رو تکمیل کند و به این ترتیب تبدیل به یک شخصیتی و یک مهره‌ای در تاریخ بشود که دیگه برکندنی نبود و پس از اون هم راه او ادامه یافت. البته اندیشه هاش هم مهم بود، یعنی در درون نظریات دینی او خب نکته های خیلی مهمی و عمیقی نهفته بود که آبستن معانی تازه بود و لذا میتوانست رو به آینده و به جلو داشته باشد و در همون نطفه خفه نشود. یه عده نوشتن که مدرنیته حاصل دو تا کفرگویی است. یکی کفرگویی آقای مارتین لوتر است که بر ضد نهاد کلیسا و نه بر ضد مسیحیت قیام کرد و البته کار او و روش او و اندیشه او تکفیر شد و حتی اگر به روم می رفت که او رو احضارش هم کردن و نرفت قطعا اعدام می شد، قطعا زنده سوزانده می شد. و دوباره هم کار کافرانه یا کفرآمیزی بود که آقای هنری هشتم کرد در انگلستان و خود رو، یعنی دیانت مردم انگلستان رو، از زیر اتوریته کلیسا بیرون کشید و نوعی پروتستانتیزم رو بر انگلستان حاکم کرد که تا زمان ما ادامه دارد. اینها شکستی در کلیسا پدید آوردند، شکافی
در اقتدار روحانیت مسیحی افکندن که دیگه هرگز ترمیم نشد و دامنه او به جهان مدرن ما هم کشیده شد. خب آقای لوتر به هر حال چی میگفت و میخواست که بالاخره چه تحولی در مسیحیت پدید بیاورد؟ کمی از قرنی که لوتر در او ظهور کرد هم سخنی بگم، گرچه که همچنان که مورخان نوشتن لوتر چندان اعتنایی به ماورای خودش و به بیرون و اطراف خودش نداشت. یک روحانی نسبتاً عزلت‌گزین خلوت نشینی بود و با همین اندیشه های دینی بیشتر سر و کار داشت و به بیرون خود، یعنی تحولاتی که در سیاست مخصوصاً در علم رخ میداد، توجه و التفات چندانی نداشت. میدونید قرن 16 هم قرن خیلی بزرگی است، یعنی قرن 15 و 16 هم در تحولات عظیمی که در اروپا رخ داد. خب کوپرنیکوس در همین قرن ظاهر شد، همین آقای گوتنبرگ و ماشین چاپ مال همین وقت است. پس می شود که اندیشه های کسانی مثل گالیله و کپلر، اینهایی که به حال در نجوم، در جهان شناسی تغییرات بزرگ پدید آوردن، مال همین دوران هستند. ولی نه تنها لوتر به اینها توجهی نداشت، اصلا اطلاعی نداشت، بلکه بعدها هم که اصلا اندیشه های کوپرنیک با اونها آشنا شد و دانست که او میگوید که مثلا زمین میگردد و خورشید ایستاده، نوشت که این احمق چه حرفای احمقانه ای میزند، ما در تورات آیاتی داریم که دلالت میکند بر سکون زمین و حرکت خورشید. یعنی میخوام بگم برخلاف تصور بعضی ها که فکر میکنن آقای مارتین لوتر یک روشن فکر دینی بود، اصلا این چنین نبود و تعیین دقیق جایگاه او در تاریخ دین خیلی و حساس است. به هیچ وجه دنبال به اصطلاح روشن فکری دینی نبود. یه جور در فهم من و تصویر من یه جور وهابیتی بود که در مسیحیت پدید آمد، اما نه به خشکی وهابیتی که در میان ما پدید آمد و لذا چنان که گفتم آبستن اندیشه های نو بود و توانست آینده رو رقم بزنه، اونم در دل یک تاریخ و کشوری یعنی اروپا که آماده تحولات بزرگ بود و علم صحنه افکار رو و حتی جغرافیای اونجا رو روز به روز عوض میکرد. در یه چنین محیطی وقتی این بذرها رو او افکند، اونها حاصل خیز شدند و برآمدند، در حالی که نهضت پیوریتانیزم وهابی ما که اونم خواستار بازگشت به قرآن بود، اون هم نفی اتوریته روحانیت بود، اون هم ترادیشن رو چنان که و اونها رسیده بود باور نداشت و یک مذهب خشک، یک دید خشک اسلامی عرضه میکرد، کم و بیش روی همون خطوط حرکت میکرد. تقریبا به دنبال یک جور رفرماسیون دینی بود که کم با کار لوتر شباهت نداشت، اما خب از عمق او برخوردار نبود، از یک نوع بازنگری دقیق برخوردار نبود و لذا نهایتا بدل شد به یه فرقه‌ای که امروز ما مفاسدش رو به چشم خودمون شاهدیم و امیدواریم که تکرار نشود. باری لوتر حرف حسابش چی بود و به چه می‌اندیشید و کجای کار رو دشوار یافته بود؟ خب گفتم از مغفرت فروشی شروع کرد. اون 95 تزی که بر در اون کلیسا آویخت که همش در این زمینه نیست ولی بیشترش در باب همین قصه است، یعنی در حقیقت در مقابل دکانداری کلیسا ایستاد. این آغاز کار بود که خیلی هم مهم بود و وقتی که به این شاهرگ اقتصادی میزد بدیهی بود که برای کلیسا بسیار سنگین بود. خب ولی مسئله به این سادگی نبود. وقتی که پاپ فرمان میدن، پاپی که اینفالیبل یعنی معصوم دانسته میشود در سنت مسیحیت و جانشین سنت پیترز است و جانشین مسیح است، وقتی که معصوم دانسته میشود و او سهمی نهد بر مغفرت فروشی
و او تضمین می‌دهد که گناهان مردم را خواهد بخشید و دوران معذب بودن برزخی آنها را کوتاه‌تر خواهد کرد، کسی که مقابل این رأی و این فتوا می ایستد معناش این است که معصومیت پاپ رو قبول نداره، معناش این است که اتوریته پاپ رو زیر سوال برده است، معناش این است که کلن با دستگاه پاپی و روحانیتی که چنین محصولاتی و چنین میوه های بیرون میده مخالفت داره، مخالفت عمیق داره. ابتدا و در اون 95 اصل اینها رو نگفت، اما به تدریج که سر به سر او گذاشتن و حتی او رو به محاکمه کشاندن، این سخنان رفته رفته آشکارتر شد و خیلی صریح و بیپرده و بیپروا اعلام کرد که من پاپ رو معصوم نمی دانم، من شورای کاردینال های کلیسا رو معصوم نمی دانم، اونها خطا می کنن، خطا هم کردن، نمونه های اونها رو هم نشان داد و به این ترتیب رفته رفته راه خودش رو جدا کرد از کلیسا و از زیر اتوریته کلیسا بیرون آمد. به همین دلیل به تدریج هم آداب کلیسا رو نپذیرفت. یعنی یکی از مهمترین کارهایی که کرد ترجمه همین کتاب مقدس بود که تقریبا کار حرامی بود، حالا اگر نگوییم مکروه بود، و دوم هم این که بلا فاصله با تغییر عقیده داشت ازدواج کرد، زن گرفت، دوان شیش تا هم بچه به دنیا آورد و اون سلیبسی و عذوبتی که کلیسا بر کشیشان و روحانیان تحمیل میکرد اونها رو کنار گذاشت، تفسیرهای تازه از مراسمی که در کلیسا برگزار میشود به دست داد و با بسیاری با این جلال و جبروتی که چرچ ها کلیسا ها داشتن و خود کلیسای سن پیتر داشت مخالفت کرد و همچنان که میدانید بلافاصله پیروانش در همان شهری که خودش بود و رفته رفته در شهرهای دیگر آلمان و اروپا شروع کردن به شکستن تمام این شمایل قدیسان که در کلیساها بود و کلیساها رو خلوت کردن و از همه اون چه که مواریث کلیسای کاتولیک بود خودشون رو راحت کردن. نهضتش یک نهضت دین پیرایی بود. من اگر بخوام به زبان خودمون بگیم میرفت به طرف یک دین حد اقلی. بسیاری از این چیزها که به کلیسا که به دیانت مسیح آویزان شده بود و او رو سنگین کرده بود، وزنه هایی که پدید آمده بودن و در واقع جای مسیح رو گرفته بودن، کارهایی رو که میکردن که یا باید خدا میکرد یا باید پسر خدا میکرد، یعنی مسیح، اما اینها با ادعای نیابتی که از پسر مسیح داشتن، پسر خدا داشتن، همون کارها رو میکردن و مدعی همون مقامات و همون مسندها بودن، با اینها مخالفت کرد. اینکه کسی از این خیلی میرنجید، یعنی شما وقتی که آثارش رو میخونید یه دردی که دل او رو فرا گرفته بود این بود که چطور یه عده‌ای به جای خدا نشستن و با آدمیان چنان رفتار میکنن که گویی خدا رفتار میکنن، با آدمیان چنان گفتار میکنن که گویی خدا حرف میزنن. اولینش همین بود که بیاید تا ما گناهان شما رو ببخشیم. دومینش این بود که اصلا از طریق ما به خدا میتونید برسید، خودتون به تنهایی راهی به خدا ندارید. این واسطه گری کلیسا، این که او میتونه وساطت کند بین ما و خداوند، این یکی از اصول مسلم کلیسا بود. یکی از مهمترین مسائلی که با کلیسا مطرح بود، اگه کسانی که میگفتن که مثلا عمل نیک میتوان کرد، میگفتن نه، حتما از طریق کلیسا باید شما خودتون رو به خدا نزدیک کنید و بلسینگ و برکت بخشی پاپ و یا روحانیان مسیح باید با شما باشد، اعتراف به گناهانتون رو باید نزد یک کشیش ببرید. این کارها رو آقای لوتر کارهایی میدونست که در شأن خداوند است. آدمی از خدا باید آمرزش بخواهد، به خدا باید ایمان بیاورد و هیچ چیزی و هیچ کسی نمیتواند واسطه بین انسان و خداوند واقع بشود و لذا تمام اینها رو به تدریج کنار زد، به تدریج که برای خودش هم روشن‌تر میشد
که در اصل چه میگوید و چه میخواهد و مسیحیت رو چه سامان تازه‌ای میخواهد ببخشد و در چه قالب جدیدی بریزد. خب در تواریخ نوشتن که حالا در میان ما این مسئله خوشبختانه اینی که عرض میکنم چندان رایج نیست ولی در مسیحیت بسیار رایج بوده، میراث‌هایی که از قدیسین گذشته باقی بود یا از خود حضرت عیسی باقی بود، مثلا یه تکه چوبی که میگفتن این از صلیب مسیح است، خیلی از کلیساها نگهداری میکردن. بعدها که کسانی طعن میزدن، من در تواریخ مربوط به رنسانس میخوندم که یه تکه آمدن و به کلیساها طعن میزدن، میگفتن از این تعداد چوبهایی که اینجا اونجا تو کلیسا از صلیب مسیح هست میشه یه کشتی بزرگ ساخت. فقط ولی اینا نبود، مثلا یه دو تا تیغ از اون تاج خاری که میگفتن بر سر عیسی نهادن، دو تا موی ریش عیسی رو مثلا در اینجا اونجا نگه، و اینها تعداد زیادی بود و مردم به زیارت اینها میرفتن، از اونها تبرک میجستند، اونها رو تقدیس میکردن، پول میدادن، پول میریختن و از این طریق برای بخشش گناهان خودشون تلاش میکردن، یعنی امید میبردن که خداوند با عنایتی که به این مواریث قدیسین داره و با توسل و تبرکی که مسیحیان و مؤمنان به اونها میجویند بلکه بر آدمیان گناهکار هم رحمت بیاورد و گناهشون رو بیامرزد. در مقابل همه اینها ایستاد. شما امروز هم کلیساهای کاتولیک رو با کلیساهای پروتستان اگر مقایسه کنید شاید رفته باشید دیگه، کلیساهای پروتستان خیلی خالیه و از این تمثال‌ها و آیکون‌ها و اینجور چیزها نیست، در حالی که کلیساهای کاتولیک خب پر از این هاست و در صدرشون البته خود کلیساهای روم و شهرهای دیگر ایتالیا که واقعا نمایشگاه هنری است انصافا از این حیث، یعنی تمام اون چه که هنرمندان میخواستن نثار خداوند بکنن در این کلیساها به کار بردن. از اون چشم نگاه کنید این چنین است، ولی از چشم دینی از نظر آقای لوتر اینا زشت‌ترین نقوشی بود که میتوانست در کلیسا به کار برود. خوشبختانه در اسلام البته بودن این گونه صورت‌ها در مساجد به طور کامل ممنوع است و هنوز این چیزا راه پیدا نکرده. ما خیلی خوشنودیم که از این مقدار رفرماسیون آلفردی موجود است، بیش از این هم هست براتون خواهم گفت. خب آقای لوتر با اینها مخالفت کرد ولی در عمق او چنان که گفتم مخالفتش با اتوریته کلیسا بود. اصلا چرا کسی باید باشد که برای ما کتاب مقدس رو تفسیر کند؟ این تعبیر که هر کس روحانی خیشتن است از آقای مارتین لوتر است و این آغاز یک جریان خیلی مهم در مسیحیت شد که ما مفسر نمیخوایم. من اگر بخوام به زبان خودمون، به زبانی که من در نوشته هام به کار بردم بگم، مفسر رسمی یا تفسیر رسمی از کتاب نداریم. خب ببینید این فوق العاده مهم است. من به یاد دارم که در مقابل همین نوشته ها که منتشر شد در ایران یک بار رهبر کنونی جمهوری اسلامی آمد سخنرانی علنی کرد و گفت چرا ما در اسلام تفسیر رسمی داریم علنن و ما، یعنی جمهوری اسلامی و روحانیتش، این تفسیر رسمی رو به کشور و به مردم عرضه می کنن. حالا اگر بخوایم از آقای لوتر بشنویم، اونم 500 سال پیش که کلیسا اقتدارش حیرت آور بود، غیر قابل تصور بود، راحت آدم ها رو به آتش می سوزند، باکی هم نداشت و تنها مفسر کتاب مقدس بود و تنها واسطه بین مؤمنان و خداوند بود و تنها جانشین مسیح بر روی زمین بود و در واقع چرچ بدن حضرت مسیح بود چنان که خود اونها میگفتن و اینها بر این بدن سلطه داشتن. اون وقت در مقابل او کسی بیاد بگه که شما تفسیر رسمی شما ارزشی ندارد و دیانت به اون تفسیر رسمی وابسته نیست. هر کسی روحانی خیشتن است، هر کسی کشیش خیشتن است و میتواند کتاب مقدس رو بخواند
و بفهمد و ایمان خود رو بر او بنا کند. و مادامی که بین خود و خدا در مورد فهمش از کتاب مقدس به رضایتی رسیده است و انصاف داده است و معتقد است که یک تفسیر خداپسندانه از کتاب مقدس به دست آورده است، همان برای ایمان او کافی است و لازم نیست که یک مرکزی بر او صحه بنهد و بگوید این که تو فهمیدی درسته. این نگرانی و این دغدغه رو از مؤمنان مسیحی گرفت، گفت با خدا معامله کنید نه با کلیسا، و بین خودتون و خدا رابطه برقرار کنید نه با کلیسا. اینا هیچ کارن، ما واسطه نمیخوایم. و واقعا هم این رو بعدن پدید آورد، یعنی در پروتستانتیزم این قصه خیلی رایج شد. به همین دلیل هم میبینید دیگه که کلیسای کاتولیک یک کلیسا بیشتر نیست و یک اتوریته، یعنی پاپ بیشتر در صدر نداره، اما الان در همین آمریکا بیش از 200 چرچ پروتستان است و میتواند 200,000 تا هم بشه، برای اینکه هیچ اتوریته واحدی وجود نداره. فردا شما میتوانید یک تفسیر تازه از کتاب مقدس و خصوصا از انجیل عرضه کنید و اگر سخنتون گرفت و یه عده پیروان پیدا کردید حرفای شما و تفسیر شما رو باور کردن، یه چرچ هم بنا میکنید به نام خودتون، و اگر فهمتون دقیق تر بود یا بیانتون بلیغ تر بود میتوانید دلهای بیشتری رو بربایید و بالاخره برای خودتون یک حالا مغازه‌ای را بیاندازید یا یک کلیسایی. ولی در خب کاتولیسیزم چنین چیزی نیست. کلیسای کاتولیک، خب میدونید کاتولیک لغتاً یعنی جامع، کاتولیسیزم یعنی اهل سنت و جماعت، اونطوری که ما در میان خودمون میگیم، همونطور که خود اهل سنت و جماعت هم میگن ما مینستریمیم، ما جماعتیم، ما امتیم. هر کسی که از ما منشعب بشود بدعت گذار است، یک فرقه انحرافی است. خب کاتولیک وجود داشت و بعد این فرقه به اصطلاح انحرافی کوت آن کوت پدید آمد، یعنی از سنت و جماعت جدا شد. این پروتستانتیزم هم لغتی نبود که خودشون بپسندن در ابتدای، هم درسته که کارشون پروتست بود یعنی اعتراض بود، ولی اعتراض مفهوم منفی داره، یعنی اعتراض یعنی همین ایراد گرفتن، ظاهرا غر زدن مثلا، درش یک مفهوم ایجابی نهفته نیست، ولذا ابتدا خودشون نمیپسندیدن که اونها رو کلیسای پروتستانت بنامند، بیشتر لوترن، لوتریزم به کار میرفت و این رو بیشتر دوست داشتن. هنوز هم کلیسای لوتری هست، یعنی پروتستان ها در یه جاهای خودشون رو لوتریزم، لوترن مینامند. رفته رفته مفهوم ریفورمیشن پدید آمد و پروتستانتیزم که تا امروز باقی مانده است. خب من حالا وارد دقایق الهیاتی کار آقای لوتر نمیشیم، او با خیلی چیزا مخالفت کرد، اما دو سه تا چیزش که به کار ما میاد و مهمه و در این مسیری که ما طی میکنیم باید چشمی بر او داشته باشیم و حتی اصلاح در کشور خودمون، یکیش بازگشت به بایبل بود، یعنی به مردم آموخت، خیلی شبیه حرکت بازگشت به قرآن که ما در کشور خودمون هم داشتیم. یک تعبیر رایجی هست در باب لوتر، می نویسن سولا فیدا سولا اسکریپتورا، یعنی فقط ایمان و فقط کتاب مقدس، بازگشت به کتاب مقدس، نه به تفاسیر این و آن، نه به روحانیت، هیچ کدوم، خودتون این کتاب مقدس رو به دست بگیرید و بخوانید. عین اون چه که سید جمال اسدآبادی اگر دیده باشید در قرن 19 میگفت که مسلمان ها قرآن رو دیگه نمیخونن، گذاشتن برای سر قبر انباد یا جهازیه دختراشون یا تو عروسی ها بیارن یا در مساجد برای مجلس ترحیم اونا رو بخوانن. قرآن دیگه کاربرد دیگه ای نداره، ولذا قرآن رو دوباره به میدان آوردن. منتها قرآن بایبل در
میان مسیحیان به زبان گریک یا لاتین بود که نمیتونستن بخونن. خودش همتی کرد اینا رو به آلمانی هم درآورد تا بتوانن بخونن. این که برگردیم به سوی کتاب مقدس و او رو خودمون بخونیم، وجدانمون رو در اینجا حاکم کنیم و قائم کنیم بین خود و خدا، که اونچه که ما میفهمیم دیانت ماست و بر همان عمل میکنیم و خودمون رو رستگار میدانیم. خب این خیلی مهم بود، بسیار مهم بود، از حیث نه فقط این دیانت که وجدان رو آسوده کنه، چون مفهوم وجدان تقریبا از همین وقتا پدید آمد، این که فری کانشینس، ما وجدانمون در اینجا مهمه، نه اینکه فلان آقا تصدیق کنه بگه اعتقادات شما درسته. این مسئله اینکه من وجدانم راضیه، وجدانم راضی نیست، اینجا بود، اینجا در آمد. دوم همین مسئله خصوصی شدن دین که خیلی وقتا به غلط به کار میره. ببینید این خصوصی شدن دین همین حرفیست که آقای لوتر میزنه، منتها خصوصی شدن به معنای از زیر ربقه کلیسا بیرون آمدن است. امروز وقتی که یه عده سکولاریزم رو معنا میکنن، میگن خصوصی شدن دین یعنی هیچ تظاهرات پابلیک نداشته باشه، این خیلی مفهوم غلطی است. نه، دین با دین بودنش بالاخره عمومی است و اجتماعی است، کلیسا داره، مسجد داره، اذان میگن، مراسم داره، این داره، اون داره. این که دینتون رو ببرید تو خونه قایم کنین، اصلا این حرف نامعقولی است و هرگز هم نه سکولاریزم این رو گفته و نه لوتر این رو میگفت. ولی لوتر وقتی از خصوصی بودن و خصوصی شدن دین سخن میگفت، یعنی بین خودتون و خدا بدون واسطه کلیسا. این دستگاه هایی رو که به نام دین، یا از نظر او این دکان هایی رو که به نام دین باز شده، اینا رو باید تعطیل کرد، اینا رو باید قفل زد و آدمی روحانی خیشتن است و مستقیما با خداوند تماس میگیره. ببینید نهضتی که تصوف ما پدید آورد، و این یه دایورژن است، من فقط یک جمله معترضه عرض میکنم، تقریبا از این حیث اینجوری بود، یعنی به پیروان خودشون صوفیان میگفتن خودتون مستقیما با خدا تماس بگیرید و حرف بزنید و از او بشنوید، یعنی حتی باب وحی رو باز کردن، الهام بگیرید از خداوند و سخن او رو میتوانید در خلوت بشنوید. این یه جور روحانی خیشتن بودن بود، یک جور روحانی خیشتن. ولی خب این البته بست پیدا نکرد، وسعت نیافت، و چون در دل یک نهاد دیگری اینها قرار می گرفت، به اون نتایجی منتهی نشد که در پروتستانتیزم ما شاهد آنیم. خب فراتر از این که شما کلیسا رو کنار بزنید و بینتون واسطه، بین شما و خدا واسطه نباشه، یک چیز دیگری نشسته بود که اون بعداً آشکارتر شد و اون مفهوم ایندیویدوالیزم بود، یعنی فردیت، همونی که یه عده‌ای میگن که جزء قائمه های مدرنیته است. یعنی این که آدمی است، آدمی خودش مسئول است، حتی مسئول دیانت خیشتن است، مسئول مواجهه خیشتن با خداوند است، مستقیما و مستقلا با خدا رویارو می شود. البته می دونید آقای لوتر در تحصیلات دانشگاهی که داشت و دکتری گرفته بود از دانشگاه ارفورت، به حال با آثار افراد مهمی آشنا شده بود، من جمله ویلیام اوکامی که ما قبلا اینجا درباره صحبت می کردیم، اون شخص نامینالیست خیلی مهم انگلیسی. او با نامینالیزم خیلی آشنا بود و دلبسته او بود. این نامینالیزم فوق‌العاده است، یاد داشته باشید، و من مبسوطاً در پارای صحبت کردم، روی فرد تأکید داره، نه روی یک مفهوم کلی مثل مفهوم انسانیت، مثلا مفهوم چه می‌دونم درخت یا آب. نه، اگر بحث میکنیم میگه این درخت، آن درخت، این آدمی، آن آدمی. این فردیت رو با خودش می آورد، تجربه رو هم با خودش می آورد، به توضیحی که قبلا آوردم. جناب مارتین لوتر که با نامینالیزم بر سر مهر و بر سر آشتی افتاد، حالا دانسته یا ندانسته تحت تأثیر این اندیشه ها بود، وقتی که آمد و گفت که ما یک کلیتی به نام کلیسا نداریم، هر کسی کلیسای خودشه، یک کلیتی به نام روحانیت نداریم،
یک هر کسی روحانی خیشتن است. یک چیز کلی به نام دین نداریم، هر کسی دین خودش رو داره که اون عبارت است از وجدان خودش، وجدانی که بین خود و خدا اون رو داور قرار میدهد و بر اساس همون وجدان عمل میکند و خود رو رستگار میپندارد. خب این فردیت، این ایندیویدوالیزم البته از صحنه دین بیرون اومد، عرض کردم فضا هم مستعد این امر بود، فلسفه های هم پرورده شده بود که همین رو دامن میزد و میگسترد و خود آقای لوتر هم یکی از مشتریان اون اندیشه ها بود. علم، علم تجربی که رفته رفته پا به عرصه نهاده بود و دیگه نوبت کوپرنیک رسیده بود، همچنان آقای فرانسیس بیکن اینجا و اونجا، علم تجربی در واقع بر نامینالیزم بنا شده، همچنان هم هست. یعنی چون تجربه به شما هیچ وقت یک رأی کلی نمیده، همیشه میگه تا اینجا اینطور بوده، بعد شما نمیدونیم. اون فلسفه است که کلی به شما میگه، یعنی به طور کلی آدم ها اینطوری هست، به طور کلی مثلا درخت ها اونطوری هست. خب این رأی تجربه نیست. اگر هم در تجربه این رو میگن، همه میدونن که فلیبل است، یعنی شکست پذیر است، یه روزی ممکنه این رأی کلی شکست بخوره، یعنی یک تجربه یه فرد واحد به میدان بیاد و این قانون کلی رو از شما بگیره. به قول اون آقای تامس هاکسلی میگفت هیچ چیزی بدتر از این نیست در جهان که یک تجربه تنهای زشت یک قانون زیبا رو از ما بگیره. ولی خب این اتفاق زیاد میفته. اما در عالم فلسفه خب شما کلی دارید و به قول بعضی کلی بافی هم دارید، اما علم شما رو مانع میشه. خب این فردانیت، خب علم هم اونو ترویج میکرد و مهمترین بخش این فردیت در دیانت بود، برای اینکه از نظر نویسندگان بعدی جایی که از هر جا بیشتر فردیت آدمی سرکوب میشد در دیانت بود. دیانتی که خدا رو انقدر بزرگ میکرد، کلیسا رو انقدر بزرگ میکرد که آدمی در حکم یه ذره قطره هم نزد اونها نبود. خیشتن آدمی و شخصیتش فروکوفته میشد، شکسته میشد، تقریبا به صفر میل میکرد. نه تنها این، بلکه انهایی از تصوف یا روحانیت در مسیحیت که همجنس تصوف ما بود، اینها اصلا به آدمیان هیچ بودن در مقابل خداوند رو تزریق میکردن. جناب لوتر متعلق به دوران هیومانیزم هست، یعنی انسان مداری، چنان که گفتیم این انسان مداری هم در اون تزریقات خود رو کرده بود که آدمی چیزیست، آدمی کسیست، حتی در مقابل خداوند، حتی در کنار خداوند. خدا نیامده تا با بی نهایت بودن خودش ما رو به صفر برساند، بلکه اینا تعبیرات جدید ماست، بلکه این بی نهایت وقتی که به یک ذره حقیر میرسد، اون ذره حقیر رو هم مثل خودش بزرگ و بی نهایت میکنه. این اصلا یک تشخیص دیگری بود. دو چیز آدمیان رو فرو میکفت، یکی سلطه یک خدای جبار که همیشه آقای لوتر از او مینالید، تو نوشته هاش فراوان هست که این خدای جبار رو من تحمل نمیتونم بکنم. دومم اقتدار بی نظیر کلیسا که له میکرد مؤمنان رو و سیر دست دیکتاتوری خشن پاپ میبود. اینا فرد رو از فردیت میانداختن، از شخصیت میانداختن. حالا اگر یک کسی به اونها میگفت شما میتونید با خدا انس بگیرید، سخن بگید و ایمان خودتون رو شخصا به او عرضه کنید و شخصا از او تصویب و تضمین بگیرید، خیلی سخن رهایی بخشی بود، خیلی رهایی بخش بود. و این ارمغانی بود که آقای لوتر برای پیروان خودش آورد. نکته دیگر که این البته خیلی مهمه و اینجاست که میتوانیم از این طریق نقدی به مرحوم شریعتی و همه کسانی که ناسنجیده پای لوتر رو به عالم نهضت اسلامی پا کردن وارد کنیم، قصه ایمان بود.
این شاید از همه نکته های دیگر لوتر مهمتر است. بذار دو نکته مهم در لوتر است. چون که گفتم ایمان و کتاب مقدس. لوتر همچنان که همیشه دربارش می اندیشید، خب این که کلیسا و وابسته به روحانیت بودن و به تفاسیر گذشتگان و مخصوصاً ورود ارسطوگری و فلسفه مشائی و فلسفه یونانی در مسیحیت و تفسیر مسیحیت بر اساس فلسفه یونانی رو خیلی می آزرد. می گوید که نشسته بودم و مطالعه می کردم کتاب مقدس رو، عهد جدید رو، تا ناگهان یک آیه‌ای در این کتاب مثل وحی بر من نازل شد. همون سخنی که مرحوم ابن عربی هم داره، میگه هر وقت شما در قرآن یا آیه رو میخونید به آیه میرسید که میبینید گویی که داره با شما مستقیماً صحبت میکنه و داره حرف دل شما رو میزنه و جواب مستقیم به پرسش قلب شما میده، اون لحظه وحی است. اون آیه اونجا داره به شما وحی میشه. این ماجرا برای جناب لوتر رخ داد، بیشتر در نامه های سنت پول، البته نه در متن چهار انجیل. البته انجیل خب 30 کتاب دیگه، نامه های سنت پول هم جز اونهاست، ولی اون چهار کتابی که اون چهار حواری نوشتن نیست. باری در یکی از اونجا میگوید که همین که میخوندم دیدم که آقای سنت پول میگه ایمان تو را نجات خواهد داد. ایمان تو را نجات خواهد داد. دادم که همین جمله، این یک مرتبه خورد توی چشم من. بعدن که آقای لوتر کتاب مقدس رو ترجمه کرد، چنان که بعدی‌ها بر او خورده گرفتن، همچنین خیلی یواشکی کلمه فقط هم بهش اضافه کرد. فقط ایمان تو را نجات خواهد داد. ولی در متن انجیل فقط نبود. اما این فقط چه کارا کرد؟ تنها کاری که کرد، کاری که نکرد، فقط این بود که کلیسا رو دوشقه نکرد. گفت فقط ایمان تو رو نجات میده. در واقع این حرف یک سابقه داشت، در یه بستری در چشم و ذهن لوتر نشست که تونست او رو اصلا از این رو به اون رو کنه، زیر و زبر بکنه. و اون سابقه چی بود؟ سابقه این بود که خود یعنی لوتر گفت کلیسا همواره تبلیغ میکنه و مردم رو دعوت میکنه به کار نیک و پرهیز از کار بد، ثواب کردن، گناه نکردن، چیزی که همه ما باش آشنا هستیم، و به مردم میآموزد که کار نیک شما پاداش نیک خواهد داشت و کار بد شما کیفر خواهد داشت. با کار نیک بهشتی میشید، با کار بد جهنمی میشید. و این رو به خورد همه مؤمنان داده از کلیسا. ایشون درست همینجا مسئله داشت. خب پس ایمان این وسط چه کار است؟ پس ایمان چه کار است؟ اگر میشود با کار نیک بهشتی شد و یا با کار بد جهنمی شد، پس ایمان یعنی چه؟ ایمان به مسیح یعنی چه؟ خصوصا یادتون باشه در مسیحیت وقتی که میگیم ایمان، یعنی ایمان به مسیح، ایمان به مسیحی که به خاطر ما زجر کشید، بر صلیب رفت، خون او ریخته شد. پس این همه زجرها رو برای چی کشید؟ اگر مسیح خیلی مدخلیتی نداره، اگر اون زجرهایی که کشید اهمیتی نداره، من کار خوب کنم میرم بهشت، کار بد کنم میرم جهنم، خب مسیح آمده باشد یا نیامده باشد، اصلا خدا باشد یا نباشد. این گفت کلیسا نقش ایمان رو خیلی کم گرفته، در حقیقت مسیح رو حذف کرده. مسیحی که زجر کشید، بردار رفت، اومده بود برای کفاره گناهان ما. گناه اوریجینال سین که ما هممون مبتلا به اون گناهیم و به دلیل اینکه پدر ما روزه رضوان به دو گندم بفروخت همه ما گرفتارشیم، خب مسیح اومد خون داد، جان داد، زجر کشید، تحقیر کشید، شکنجه شد. پسر خدا بود، خدا برای ما فرستادش. همه اینها رو میگه با، یعنی در واقع رنج میکشه، میگه ما تمام رنج رو گذاشتیم کنار، میگیم شما به اونا عقیده داری یا نداری اهمیت نداره، کار نیک کن یا کار بد.
من میدونم این یه ایده خیلی روشن فکرانه ایست امروز میون مسلمان ها و دینداران که آقا اخلاق مهمه و کار نیک و خداوند کار نیک رو میپسنده و کار بد رو هم اگر بکنید پاداش شما رو یعنی کیفر شما رو میبخشه. در واقع یه جور اندیشه رفته رفته میان دینداران رایج شده که این اندیشه عبارت از این است که اصل با کار نیک است، با عمل صالح است، اصل با اخلاق است، که انه ایمان نقشی نداره در اینجا. خیلی ها رو ما شنیدیم دیگه، میگن ما اینقدر آدم های خوب دیدیم که اینا خیلی خوبن، هیچ دینی هم ندارن. من حالا چیز موزگیری در این باب نمی کنم، اونو یه وقت دیگه، ولی آقای لوتر واقعا اصلاح دینیش درست این بود. یعنی شما اگر با دین روشن فکرانه به اصطلاح امروزی آشنا باشید، لوتر خیلی غیر روشن فکر، میگه دنیا کار خوب رو بکنی مسیحی نباشی بهش خبری نیست، خبری نیست، واقعا و صریحا این سخن رو میگه. فقط چون صریح انجیل، فقط از طریق مسیح میتوان به رستگاری رسید و مسیح رو اگر شما نداشته باشی خروارها کار نیک بی اثر است. خب این تقریبا توی همه ادیان هست، نه اینکه نباشه. مسلمان‌ها هم خب یه عده‌شون همین عقیده داشتن. شیعیان هم میگن هر چه کار خوب بکنی ولایت نداشته باشی همش باطله. مگه نمیگیم؟ در واقع آقای لوتر اینو خیلی جدی مطرح کرد و اصلا میتوان گفت که تقریبا شکاف اصلی بین اندیشه کاتولیک و اندیشه پروتستانتیسم و لوتریسم همین بود. تکیه بر ایمان، تکیه بر ایمان، بر ایمان، نه اینکه عمل خوب وقعی و ارجی ندارد، بلکه عمل خوب حاصل ایمان است. اما خودش نه تنها مولد ایمان نیست، بلکه مولد رستگاری هم نیست. یادتون باشه این ادیان، یعنی سالویفیک ریلیجنز، یعنی دی اسلام، یعنی مسیح، یعنی یهودیت، مهمترین هدفشون سالویشنه، یعنی رستگاری است و مقبولیت نزد خداوند و مرحوم بودن، مشمول رحمت الهی واقع شدن، همون تعبیر جستیفایدنس که در لوتر هست. ما چیکار کنیم جستیفاید باشیم؟ خدا قبولمون داشته باشه و رستگار بشیم. با چی؟ با عمل نیک یا با ایمان؟ گفت نه نه نه، با ایمان، با ایمان ما مقبول خدا قرار میگیریم، نه با عمل نیک. هر چی هم شما عمل نیک بکنید کافی نیست که نگاه رحمت الهی به شما بیفتد، از چشم خدا افتادید، باید وارد جرگه ایمانداران بشید. یکی از کاتولیک ها، یک متکلم بزرگ کاتولیک در عصر خودمان در قرن بیستم، آقای کارل رانر که آلمانی هم هست و اکنون اندیشه های کلامی او رواج بسیار داره و پیروان بسیار داره، ایشان در قرن بیستم آمد و یک کمپرومایزی صورت داد. برای اینکه خب کلیسای کاتولیک نمیتونه زیر بار این حرف بره که عمل نیک محلی از اعراب نداره، از اون برم حرف لوتر پر بیراه نبود که بالاخره ایمان یه جایی داره، ولی اگر بناست که مردم کار خوب بکنن پیم بگم برای چی اومدن؟ پس این حرفا برای چی بود؟ اینکه رستگاری از طریق مسیح، از ایمان، پس اینا دیگه حرف بود. کار خوب بکنید دیگه، همطور که سکولارا میگن. ما کجا پای ایمان رو باید باز کنیم؟ خب این کلیسا هم مواجه بود با این سوال، سوال کوچیکی هم نیست. به علاوه ادیان دیگه وجود دارن. خب همینطور معتقده به رستگاری هم مثل اسلام و مسیحیت. اینا هم بحث ایمان دارن، اینا هم به خدا ایمان دارن، اینا هم به خاطر ایمان به خدا توقع رستگاری دارن. ما چطوری میتونیم بگیم که اینا همه باطلن و همه جهنمیان و همه بیراهه میرون؟ آقای کارل رانر اومد و یک جور جمعی بین اینها کرد. خلاصه حرفش این است که خیلی هم مشهوره دیگه این حرف ایشان، گفت که ما دو جور مسیحی داریم، مسیحیان با نام، مسیحیان بی نام، Anonymous Christians. مسیحیان با نام همون مسیحیان هستن که اظهار میکنن که مسیحی هستن،
و تابع مسیحن و از طریق او قطعا رستگار می شوند. اونا تکلیفشون معلومه. اما مسیحیان بینام هم داریم، کسانی که مسیحی نیستن، اظهار مسیحی بودن هم نمی کنن، اما در عمق و در باطن مسیحی هم آدم های خوبی هستن که دین هم دارن اما ادیان دیگه دارن. اینا رو هم ما مسیحی محسوب میکنیم، چون کم و بیش به راه خودمون میرن، ولذا سایه رحمت مسیح بر اونها هم خواهد افتاد. به این ترتیب یه جوری به خدا یاد داد که چطور اونای دیگر رو محروم از رحمت خودت نکنی و با چه تحت چه عنوانی اونها رو به بهشت درآوری. منهای صحت یا سقم این نظریه که البته خیلی قابل بحثه، قوت تأثیر لوتر در اینجا آشکار است که عنصر ایمان رو برکشید و گفت تأکید بر عمل نیک و تأکید بر عمل بد به طور کلی دور از منطق ایمانی است. منطق ایمانی باید بر ایمان تکیه بکنه. کسی به خدا نزدیک میشه که ایمان داشته باشه. یادتون باشه نزد لوتر ایمان معناش این نبود که شما به چند تا گزاره اعتقاد داشته باشید، مثلا خدا یکیست یا مسیح پسر خداست یا چه، نه نه، از نظر او ایمان عشق به مسیح بود و میگفت این ایمان و عشق به مسیح که با تأمل در احوال مسیح پیدا میشه، مخصوصا در مصائب مسیح، Passions of Christ، زجرهایی که او برد، اینا اگر دل تو رو بسوزانه و تو رو به عیسی نزدیک بکنه و شفقت تو رو جلب بکنه و در وجود تو آتش بزند که یک کسی با چنین شفقتی برای مردم آمده و کشته شده، اگر تو نسبت به او محبت جلب بشه و عشق بورزی، این عشق تو همون ایمان است. نه اینکه یکی دو جمله و دو گزاره رو بگی اینها معتقدات من هستن یا اصول اعتقادات من هستن. اما از طرف دیگه ایشون معتقد بود این به اراده آدمی صورت نمیگیره، این grace of God، فقط لطف الهی است. او باید بیاد و تو ما رو مؤمن کنه، او باید بیاد و شما رو به طرف خودش جذب کنه. خیلی شبیه سخنان مولانا در باب عشق، تو مگر آیی و سید او شوی، دام بگذاری به دام او روی. عشق میگوید به گوشم پست پست، سید بودن خوشتر از صیادی است. تو نمیتونی صیاد ایمان باشی، ایمان باید صیاد تو باشه، خدا باید به فکر تو باشه و به سراغ تو بیاد و ایمان رو به تو عرضه کند، در دل تو بنشاند، محبت خودش رو بر دل تو بیاندازد و تو رو مجذوب خود کند. با این مجذوبیت و مؤمن شدن تو مقبول خدایی و آنگاه کارهای نیک خود به خود از تو صادر خواهد شد. یعنی کار نیک معلول ایمان است، نه علت ایمان. و این کارهای نیکی که معلول ایمان است البته نهایتا هم به ملکوت الهی یعنی به بهشت منتهی خواهد شد، اما از این مسیری که او عرضه میکنه. گفتم که پاره از مسلحین ما پروتستانتیزم رو شاید نابجا وارد عرصه نهضت اصلاحی اسلامی کردن. یکی از مهمترین دلایلش همینجاست، عمده مسلحین ما بر عمل تکیه میکردن نه بر ایمان، و تکیه کردنشون بر عمل اونقدر زیاد بود که تقریبا ایمان رو باشد باشد نباشد نباشد میگرفتن. مهم این است که شما مبارز باشی، مهم اینه که با ظلم به ستیزی. من یادمه که مرحوم آقای طالقانی و من همون وقتا هم البته اعتقاد خیلی لایت و خفیفی کردم، وقتی که یه عده‌ای از نمایندگان از کشور کوبا آمده بودن به ایران، اوائل انقلاب بود و رفته بودن نزدیک از مرحوم آقای طالقانی و ایشان توضیحاتی براشون داده بود که اسلام این است، اسلام آن است، چنین باید کرد، مبارزه با ظلم هست، مبارزه با امپریالیسم هست، رسیدگی به فقیران و محرومان هست، چنین و چنان در روزنامه ها آمده بود که بعد اون کوبایی ها گفته بودن اگر اسلام این است همه ای ما مسلمانیم. ببینید
این همین حرفه. من اون موقع خیلی لوتر نخونده بودم، بعدها آشناتر شدم، ولی همین احساس رو با خودم داشتم که پس ایمان کجاست، ایمان چه نقشی داره در این دینی بودن. عیبی نداره که یه عده کوبایی هم اظهار کنن ما با اسلام نزدیکیم، اما واقعا پیامبر وقتی که دین خودش را آورد در اسلام عرض میکنم فقط به عمل نیک میاندیشید. خب بدیهیست که نه، الذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که ایمان میارن، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یعنی ایمان همیشه comes first. این یه چیزیست که اتفاقا ما هم فراموش کردیم، کمتر به اون میرسیم. ولی به هر حال اگر بخوایم نهضت اصلاحی لوتر رو شبیه نهضت اصلاحی پاره‌ای از مسلمانان بدونیم، خیلی متفاوت است، نمیشه، اینا با هم سازگار نیستن. این طرف بر عمل تکیه میکنه، او بر ایمان تکیه میکرد. و گفتم از جهات زیادی بعضی از سخنانش شبیه صوفیه ماست، بعضی از کارهاش شبیه وهابیه ماست، به خاطر اینکه تکیه بر کتاب مقدس میکرد و همه یه چیزهایی که از جنس ترادیشن بود دور میریخ و میگفت برگردیم به مسیحیت نخستین. درست شبیه یه عده‌ای که در میان ما برگردیم به چی؟ به صدر اسلام، به اسلام نخستین. همین تعبیرها رو داشت واقعا. تمام این تاریخ کلیسا رو اسکیپ میکرد، همه رو کنار میذاشت. این همه پاپ اومده بود، این همه حرف، این همه کتاب، این همه تفسیر از کتاب مقدس، این همه ورود فلسفه یونان وارده، که همه اینها رو کنار در توی بقچه میپیچید اون تو دریا. تمام، مستقیم بعد خودمون رو به عیسی وصل کنیم، مستقیم به سنت پل بریم. آقای سنت پل، پولس مقدس چی فرمودن؟ در نامه های خودشون در انجیل وجود داره، بخوانید که برای اون معنی کنه، هیچکی خودتون برای خودتون معنی کنید، اینقدر بخوانید تا خوب بفهمید و بر وفق او عمل بکنید. و خب ما چجوری ایمان بیاریم؟ چجوری نداره، بنشینی تا خدا به سراغ شما بیاد، خدا بر شما جلوه کند، بر تو گر جلوه کند شاهد ما ای زاهد، بعد از این جزمه و معشوق تمنا نکنی. بعدن دیگه شما به عمل صالح هم خود به خود وادار خواهید شد و تشویق خواهید شد. این قصه ایمان یه چیزیست که میشه گفت تقریبا تو سکولاریزم فراموش شده، خیلی مسئله مهمیست. و اگر ادیان بخوان در جهان جدید جایی داشته باشن، از نو باید برای ایمان در کنار عمل صالح تعریفی پیدا کنن. یکی از مسائلیست که ما در طول این مباحثمون و دروسمون باید اون رو دنبال کنیم. ما در لوتریزم این خیلی برجسته میشه. امروز کلیسای پروتستان خیلی دست و پنجه نرم میکنه با این مطلب که قصه ایمان رو دوباره به سرایت و یک پردازش تازه از او به دست بدهد و اون رو بتواند در کنار عمل صالح در این جهان سکولار بنشاند. یک کار فرعی دیگری هم که جناب لوتر کرد، نمیتوان گفت که بیگانه بود با کاتولیسیزم، ولی باز اون رو برجسته کرد، گفت که باز به دلیل اینکه رستگاری در ایمان است چندان در شریعت هم نیست، بنابراین قوانین فقهی که چندان هم نبود ولی همونها هم که از یهودیت رسیده بود اونها هم اهمیت چندانی ندارند. این تعبیر رو پولس رسول هم بعدن آورد، گفت قانون در قلب نوشته شده است نه در کتاب. پاره از رفتارهای عیسی علیه السلام رو نشون میداد، اما جناب لوتر اینو خیلی برجسته کرد، یعنی جنبه های فقهی دین رو هم خیلی سبک کرد، به طور کلی قانون رو به حکومت سپرد، به این معنای سکولاریزیشنی پدید آورد. گفت قانون ما تو کلیسا نداریم، کلیسا ایمان است و عمل است و اخلاق است، قانون کشوری از آن پادشاه، پادشاه زمانه یا حاکم هر که هست، و فقهیات به کنار. میدونید شما البته حضرت عیسی یکی از بزرگترین چالش‌هاش با فقیهان یهودی بود، اینا مستقیما در انجیل منعکسه.
حتی عیسای خیلی خوشخلق و متحمل و خلیق در مقابل اونها عصبانی میشد. تعبیرات درشتی نسبت به فقیهان یهودی داره، میگه این افعیها، این عقربها، برای اینکه خیلی اذیتش میکردن، خیلی به دست و پاش میپیچیدن و او رو، خب عیسی مسیحی یهودی بود ابتدا دیگه، بعدها یک دین تازهی رو پایه‌گذاری کرد، دائما دنبال او روان بودن، ای فلان کار رو کردی، این که خلاف شریعت یهود است، فلان کار رو کردی، شنبه بلند شدی رفتی مثلا توی چی بودش معبد، نباید بری. و این همونجا بود که حضرت عیسی اون جمله خیلی مهم رو گفت، گفت شنبه برای انسان است، انسان برای شنبه نیست، که تفسیر کلش این بود که شریعت برای انسان است، انسان برای شریعت نیست. و در پیچیدنش با فقیهان یهودی، این درس کلی رو جناب آقای لوتر تعمیم داد و بزرگ کرد و برجسته کرد. هرچه بر نقش ایمان بیشتر تأکید میکرد، بر نقش عمل از نقش عمل کاسته تر میشد و این دیانت رو به صورت یک دیانت خصوصی به معنایی که گفتم براتون، روحانی سر خود و دست آدمیان رو گرفتن و مستقیما در دست خدا نهادن و دکان روحانیت رو بستن، این چیزی بود که لوتریزم به مردم وعده داد و کما بیش هم اون رو محقق کرد. بعدها دیگه حالا چه پیش آمد، نکاتی است که بیش از اینها وقت می‌خواهد و دنبالش باید رفت. در لوتریزم کلیت براتون بگم، روحانیت دیگه به شکل قبلیش وجود نداره، روحانیت هم وجود نداره، فلسفه هم وجود نداره. خیلی این دین رو به یه معنا تراشید و خوش کرد و کلام پروتستانتیزم از یونان سرچشمه نمیگیره، برخلاف کلام علم کلام کاتولیسیزم، فقه هم نداره، شریعت هم نداره، روحانی هم نداره، روحانیت و تصوف و گوشه‌نشینی و قارنشینی هم نداره. در جای خودش البته ازدواج هم وجود داره. اتفاقا خود لوتر خیلی علاقمند به موزیک بود، به موسیقی بود و دیگه اون عزلت نشینی ها و اون صومعه نشینی ها هم برکنار رفت و این چنین شد که لوتریزم پدید آمد. شما میدونید که کلیسا به شدت مخالفت کرد در اون شب بارتولومیو که خیلی مشهور، 30,000 پروتستان رو کلیسای کاتولیک کشت برای اینکه عملا پروتستان ها رو از صحنه زمین حذف کنه، موفق نشد و رفته رفته در قرن 19 و قرن 20 دیگه کنار اومدن، با هم یه جور اکومنیزم به اصطلاح پدید آوردن، یعنی کلیسایی که جامعه دو طرف است. من کلیسای اکومنیکال رفتم، اینا بالاخره هم پروتستانن هم کاتولیک، نه پروتستانن نه کاتولیکن، میخواد که جمع بینها بکنن و آشتی برقرار کنن. یه دو سه کلمه هم راجع به هانری هشتم بگم، ما دیگه از پروتستانتیز عبور کنیم، این دیگه جلسه دیگری رو به او اختصاص ندیم، مگر اینکه سوالاتی باشه من مجبور بشم که بیشتر در این باب توضیح بدم. هانری هشتم قرن 16 زندگی میکرد، داستانش دیگه خیلی مشهوره دیگه، مشهورترین پادشاه انگلستان، پادشاه بسیار مقتدری بود، در جوانی هم به شاهی رسیده بود و همسری داشت و بعداً دلبسته یک همسر دیگری شد و میخواست که طلاق بگیره، یعنی ببخشید اون همسر رو طلاق بده. خب میتونید در کیش کاتولیک طلاق وجود نداره. به هر حال متوسل شد به کلیسا که در روم بود، کشور هنوز کاتولیک بود و اونها با یک حیله شرعی به او اجازه دادن و اون حیله شرعی این بود که گفتن که بله این خانم قبلا همسر کس دیگری بوده، با یک چیزای شروطی خلاصه میشه این رو کنار گذاشت و زن دیگری گرفت. ایشون هم این کار رو کرد و خانم دومی اختیار کرد، دختر خیلی شوخ و شنگ و نسبتا زیبا که در دربارش بود، نام آن بولین، خیلی مشهور دیگه اینا اسماشون. و ایشان به دربار جناب
هانری هشتم وارد شد، قرار بود براش پسر بیاره ولی پسر نیاورد و ایشون میخواست که دوباره ازدواج کنه و همسری دیگری بگیره که برای او پسر بیاره. باید از شر این همسر رهایی پیدا میکرد و کلیسا دیگه اجازه طلاق نداد و به هیچ عنوان، حتی یکی از نمایندگانی کلیسا به انگلستان آمد و به هیچ وجه راضی نشدن که این یکی رو تصویب بکنن. ولذا ایشون یک وصله چسبون به این دختر را، گفت که خیانت کرده و بعدم گردن او رو زدند. گردن دو تا از زنان خودش رو زد، این آقای هانری هشتم، 5 تا 6 تا زن گرفت به دنبالش. بعدم که این کار رو کرد، تنها رحمتی که بر این زن آورد اینطوری که مورخان نوشتن این بود که از بلژیک یک شمشیر زن، یک جلاد بسیار ماهر رو احضار کرد که این با یه ضربه شمشیر میتونه سر رو قطع کنه، ولی مواردی بود که نمیتوانستن. مثلا تامس مور که وزیر خودش بود و بر سر همین مخالفت ها او رو هم فرستاد برای گردن زدن، او بیچاره رو بارها به گردنش زدن تا اینکه سرش رو از تنش جدا کردن، ولی آن بولین با یه ضربه به اون دنیای باقی ره سپار شد. آقای هانری هشتم که میخواست بازم ازدواج کنه، بازم زن بگیره، اینا نمیتونست دیگه در بند کلیسا بمونه، هر روزی که بفرسته اجازه بگیره، اینا کسانی رو داشت توی یه آقای تامس مور رو داشت که اسمش رو حتما شنیده، این فیلم بسیار مهمی هم مردی برای چهار فصل که در مورد او ساخته شده بود، مرد بسیار دانا که کتاب یوتوپیا رو نوشته و در این حال بسیار متشرع. هرچه که با او سر کله زد و خواست او رو راضی کنه، گفت نه اجازه نداری و به لحاظ شرعی روا نیست طلاق دادن و یا زن دیگری گرفتن، و این بالاخره این وزیر رو هم اعدام کرد و همچنان که گفتم او رو هم گردن زد. گردن زدن مشفقانه ترین روش اعدام بود در اون زمان، روش های دیگه سوزاندن بود، شکم پاره کردن بود و کارهای دیگه بود. وقتی که میخواستن راحت کسی رو بکشن، اعدامش میکرد، گردنش رو میزدن. عرض میشود که مشاورانی به آقای هانری هشتم که خیلی هم باد تو دماغش بود یاد دادن که آقا اصلا از زیر یوغ کلیسا بیا بیرون. یعنی چه که هر دفعه یه نماینده بفرستی و التماس کنی و اونا آیا اجازه بدن آیا اجازه ندن، تو خودت رو گناهکار محسوب بکنی، خلایق نسبت به تو بی‌اعتماد و بد اعتقاد بشن، از این شیوه رو ترک کن. بهش گفتن که آقا جان شما بیا هم هد آف چرچ باش هم هد آف استیت، اگزکتلی همونی که الان در انگلستان هست. شما دیدید که وقتی خطبه به نام ملکه میخونن هد آف استیت و هد آف چرچ. بنابراین به جای اینکه از نظر دینی تابع کلیسای روم باشه، خود جناب هانری هشتم شد رئیس کلیسای کشورشون و مذهب انگلیکانیزم که یک شعبه ای از پروتستانتیزم و لوتریزم هست بر انگلستان حاکم شد و همین پروتستان ها بودند که بعدها سفر کردن اومدن به آمریکا و اینجا رو پروتستان کردن. اولین روحانیان پروتستانی که به آمریکا اومدن، اولا خب آمریکا اینجوری که انگلستان که اینجا رو استعمار کرده بود، ولی انگلستان هم بر یک منوال نموند. بعد از جناب هانری هشتم اخلاف او و کسانی که پس از او به حکومت آمدن دوباره سراغ کاتولیسیزم رفتن، پروتستان ها رو کشتن، اعدام ها شد. حتی در همین انگلستان یه آقای به نام تیندال، او انجیل رو به انگلیسی ترجمه کرد، او رو سوزاندن و قتل رسوندن. یعنی هنوز در انگلستان این آزادی ها رواج پیدا نکرده بود، کشت و کشتار بود، قتل بود، غارت بود، خیلی خیلی دوران مشکلی رو اروپا سپری کرد. نه تنها جنگ های سیاسی بود، جنگ های مذهبی هم به اونها اضافه شد. اصلا پلورالیزمی که پدید آمد در اروپا، یه عده میگن که آقای لوتر خودش پلورالیست بود. آره به یه معنا بود، برای اینکه میگفت هر کی اجازه داره خودش کتاب رو تفسیر کنه، ولی پلورالیست نبود. جزوه دارد نوشته های بسیار سخت و دشنام‌آلودی علیه یهودی ها داره، خیلی تعبیرات زشتی داره در باب یهودی ها و در باب مسلمان ها. اصلا به این معنا پلورالیست نبود،
ولی یه پلورالیسم درون دینی داشت. یعنی اینکه خود شماها میتونید، خود شما مسیحیان میتونید کتابتون رو به هر نحوی که میخواید بخونید و معنا کنید و بفهمید، اما اینکه دینهای دیگه رستگارن نه به هیچ وجه. در آمریکا پروتستانتیز با جنگ و جدال وارد نشد، خونریزی هم نشد، ولذا در اینجا میتوان گفت صلح و صفای دینی خیلی بهتر برقرار شد، در حالی که در اروپا پروتستانتیزم اصلاً با جنگ وارد صحنه شد. یعنی بر سر او اونقدر خونریزی شد که تبدیل به یه موجود مخوفی شده بود. مثلا وقتی که آقای جان لاک که پدر حقوق بشر نامیده میشه راجع به ایکوالیتی کتاب نوشت و اتفاقا آثار او مورد توجه فاوندینگ فادرز یعنی پدران بنیانگذار آمریکا و کانستیتوشن قرار گرفت و اونا از او خیلی استفاده کردن، ولی همین آدم وقتی که راجع به برابری می نوشت گفت ولی نه پروتستان ها رو نمیگم ها. انقدر اینا هیولاهای مخوفی بودن که جرأت نداشتن راجع به اونا حرف بزنن. در فرانسه وقتی که بیل آف رایتس یعنی اعلامیه حقوق بشر اوایل قرن 18 تصویب می شد می گفتن ما داریم چی کار میکنیم؟ داریم به همه حقوق بشر می دهیم، پروتستان ها بهشون حقوق مساوی می دهیم. خیلی موجودات مخوفی بودن. بعد اینا رفته رفته خب جاشون باز شد دیگه، آمدن تا اینکه اروپا مصلحت ندید دیگه بیش از این جنگ های مذهبی داشته باشه، نشستن و عاقلانه اینو حل کردن و یه جور پلورالیزمی از این طریق در اروپا حاکم شد. این پلورالیزم معرفت شناسانه نبود، بعدها معرفت شناسانه و دیندارانه شد. این پلورالیسم در درجه اول سیاست بود، مصلحت سیاسی در او مدخلیت تام داشت. به صلاح همه ماست که با هم جنگ نکنیم، به صلاح همه ماست که کار اختلاف عقیدتی رو به اختلاف نظامی نکشانیم، اسلحه به اسلحه دست نبریم. این که بعدن بیایم و مدارای دینی رو بر مبنای معرفت شناسانه بنهیم، این یه پیشرفت بزرگ بود که بعدها صورت گرفت. خیلی مهم بود که بنده عقیده خودم دارم، شما عقیده خودتون دارید، ممکن است در چشم خداوند هر دوی ما رستگار باشه. برای لوتر اصلا قابل تصور نبود که غیر مسیحی رستگار باشه، برای یک کاتولیک همینطور. مسیحی پروتستان ها رسمن ملحد میشه مردن و خونشون رو مباح میشه مردن، میکشتن، خونشون رو میریختن و اینها رو آنتی کرایست میدونستن. من یکی از سیاست مداره آلمانی وقتی اونجا بودم خودش بر من میگفت، میگفت الان خب سن و سالی داره شاید بالای 80، میگفت ما جوان بودیم در کلیساهای کاتولیک میرفتیم، اون روحانی و ملا که وعظ میکرد و خطاب میخوند به ما میگفت جوانا دنبال دخترای پروتستان نرین، اینا کافرن، میخواین ازدواج کنین از کاتولیک ها. یعنی هنوز روابط اینطور بود، هنوز روابط در همین اوائل قرن بیستون چنین بود که اینا کافرن، اینا مبتدعن، اینا منحرفن، اینا بدعت گذارن و اینا خارج از مسیحیتن و رستگار شونده نیستن. تا اینکه حالا امروز قرن 21 علی‌رغم اینکه همه این حرفا زده شده، هنوز هم نمیتوان گفت که این نکات چنان که باید و شاید جاگیر و پاگیر شده است. باری اونچه که از نهضت لوتر برای جهان جدید مانده، کلیساهای بسیار است و نوعی پلورالیسم درون دینی است، و اونچه که فوق العاده اهمیت داره و قابل بحث از نقش ایمان است در اخلاق و در رستگاری که به صورت یک مسئله فربه باقی میماند تا اینکه درباره‌اش صحبت کنیم. شما خودتون فقط دعوت میکنم ببینید این حرفای آقای لوتر با اونچه که ما در روزیسته ایم و آشناییم، یعنی با تشیع، با تسنن، با تصوف، با وهابیت چه نسبتی داره. پاره‌هایش به این یکی میخوره، پاره‌هایش به اون یکی میخوره. این مفهوم امت مرحومه
که میان ماها خیلی جاری است، یا قوم برگزیده، اینا دنبالش بگیری در اینجا هم هست. اما از آن طرف دنبال شفاعت شافعان نرفتن، دنبال کلیسا نرفتن، به قبرها احترام نگذاشتن، از اونها شفاعت نخواستن، میدونید اینا به کجا میخوره؟ بچه کسی به قرآن بازگشتن، یا بگیم به کتاب مقدس بازگشتن و خود روحانی خیشتن بودن و نهضت بازگشت به کتاب مقدس رو برپا کردن، میبینید که اینها به کجا میخوره. از اون ور ولایت نداشتن و لذا اعمال آدمی مقبول نیفتادن که ما داریم، ببینید چه نسبتی و مشابهتی با حرفای لوتر داره. یک ملغمه بود از بسیاری از اینها در تناسب با اونچه که مسیحیت به او عرضه میکرد، و بسی بیش از اینها که ببخشید امروز سخن من طولانی شد. خب 5 قرن از مارتین لوتر از زمان او گذشته و روا نبود که ما او رو در 50 دقیقه خلاصه کنیم، قدری سخنمون فراتر رفت. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله. یه سوال راجع به این ایمان و عمل صالح که حالا اسمش هم به نظر داره قبل این عمل صالح میاد و اهمیتی داره، در قرآن؟ در قرآن بله. میخواستم ببینم به نظرتون این اهمیتی که ایمان داره، شاید بحثش توی جلسه بعد بیاد، حتی آقای سلام میدونید، ولی میخواستم ببینم این به نظرتون فقط تأثیر توی رستگاری فردی داره، یا این که میتونه همون عمل صالحی که دو نفر مشابه انجام میدن با ایمان و بی ایمان، میتونه رو اون اعمالم تأثیر داشته باشه، به طوری که حالا یه بهبودی هم توی شرایط اجتماعی و شرایط دنیا نتیجه اونطوری بده. خب این دومی رو یه ذره توضیح بده، این تو دنیا یعنی چی؟ مثلا تأکیدم روی همون تأثیر عمل صالحه، این که با ایمان باشه یا این که بدون ایمان باشه. میخوام ببینم این فقط به نظرتون بیشتر یه تأثیر درونی برای رستگاری اون فرد فقط داره، یا اینکه تأثیرات فراتر از اون داره و میتونیم بگیم به فرض یه کامیونیتی که با ایمان دارن عمل صالح انجام میدن، یه نتیجه بهتری حالا تو این کامیونیتی هم داره میبینیم. اینا حالا برای میپرسم چون یه استادی هم تو دانشگاه یادم میمد یه ریسرچی داشتن انجام میدادن که تو همین استنفورد، که کامل اومده بودن دو نفر کنار هم گذاشته بودن و این توی حالا به فرض جیم که داشتن ورزش میکردن، کاملا شرایطشون انقدر نزدیک هم کردن با اینکه یه عمل کاملا مشابهی دارن انجام میدن، ولی یه نفرشون با یه بایاس مثلا اومده بودن یه تبلیغ بهش نشون داده بودن که جین چه تأثیر مثبتی میتونه توی تو بذاره، و اومده بودن دیده بودن که تأثیری که عمل این فرد که با این فکر مثبت اومده این کار انجام داده چقدر بیشتره، ولی اون عمل توی این افراد کاملا یکسان بوده. حالا میخواستم ببینم که توی این مسئله ایمون و عمل صالح اینو چطور بود؟ خب اینو شما از دیدگاه من میپرسید یا از دیدگاه آقای لوتر یا از دیدگاه کسان دیگه؟ چون خیلی مسئله کنتروورشیالیه، خیلی در بارش سخن رفته و باید هم سخن برود، چون که رابطه ایمان و عمل تو این دنیا شاید بشه گفت روشن‌تره، اما در رستگاری بیشتر محل کلامه. ببینیم اون نکته که شما گفتید همینطوره، یعنی اگر ایمان به معنای این باشد که خوبی این عمل رو به نحو مضاعف مؤکد کنه برای شما، یعنی به شما بگه که این کاری که شما دارید میکنید، مثلا خیلی ساده النظافت من الایمان، روایتی که نقل کردند، اگه کسی به این باور داشته باشه، خب همه ما نظافت میکنیم، یعنی قبول داریم بهداشت رو، نظافت کردن رو، با ایمان و بی ایمان. حالا سخن این است که اگر کسی اعتقاد داشته باشه که نظافت جزئی از اجزای ایمانه، یعنی شخص مؤمن به دلیل مؤمن بودن باید نظافت بکنه، و وقتی که نظافت میکنه به مقتضای ایمانش داره عمل میکنه و لذا
ایمانش تقویت میشه، چون عمل اون باور رو تقویت میکنه وقتی که شما انجام میدید. خب این واقعا ممکنه همینطور باشه، یعنی خیلی نمیشه این رو سبک شمرد و بی‌بها شمرد، اهمیت داره. شما وقتی که از سر ایمان کار رو انجام میدید، و این ایمان آخه یادمون باشه معنیش اینه که به اصطلاح شما میگید که اینجوری خدا من بیشتر دوست داره، اینا چیزای کمی نیست برای یک نفر مرد یا زن مؤمن. اینکه در چشم خدا مقبول بیفته، محبوب بیفته، خیلی چیز مهمی است. برای یک غیر دیندار شاید اینا اصلا معنی نداشته باشه. شما با یه نفر که دوستید خیلی دوست داری یه کارهایی بکنید که اون شما بیشتر دوست داشته باشه، لذا کار شما معنی تازه پیدا میکنه. توجه میکنید؟ من این رو خودم وقتی که راجع به ایمان هم فکر میکردم هم بحث میکردم به بیان دیگری میگفتم. میگفتم ایمان با خدا، عهد بستن با خداست، نه اینکه حالا عشق و محبت توش نباشه. و وقتی شما یه عمل نیک میکنید، در واقع دو تا کار نیک دارید میکنید، یکی اینکه همون کار نیک، یکی این دارید به عهدتون عمل میکنید. وقتی هم کار بد میکنید، دو تا کار بد میکنید، یکی اینکه کار بد میکنید که دارید عهدتون رو میشکنید، نقض عهد میکنید. در ایمان یه چنین اتفاقی میفته، ولی وقتی که خارج از ایمان شما باشید، البته فقط یه کار دارید میکنید، یه کار نیک. بعدم اون کار نیک، بله خب آثار خارجیش دیگه بر حسب قوت و ضعف اون کاره، حالا اگر ایمان اون رو قوی تر کرده باشه میتونه. اما رستگاری رو ما اگر به رستگاری به روح اصطلاح نسبت بدیم، یعنی بگیم روح هست که باید رستگار بشه، باید آزاد بشه، این آسان دربارش نمیشه سخن گفت. البته روحی که ایمان داره و کار نیک میکنه و این کار نیک اون روح رو قوی تر میکنه، پاک تر میکنه، پیراسته تر میکنه، قاعدتا به رستگاری نزدیکه. ولی اگر ما همچنان که من اینجا هم گفتم، ما اگر نعمت هدایت خداوند رو گسترده بدونیم به طوری که تا شامل همه عاقلان و منصفان و با وجدان ها هم بشود، حالا نه لزوما مؤمنان، وقت در اون صورت رستگاری رو سهم اونام باید بدانیم. یعنی گفتم همون نتیجه که اون آقای متکلم مسیحی رسیده، به قول او ما یک مؤمنان بی ایمان رو هم باید قبول کنیم، یک مسیحیان بی نام رو، کسانی که اسم خدا رو نمیارن یا ظاهرن ایمان ندارن یا حالا محروم ماندن یا بی خبر ماندن، اما به هدایت عقل یه راهی رو دارن میرن. ولی من اونا رو خیلی وارد بحثش نمیشم، برای که اونا کار خداست، کار ما نیست. یعنی من نمیتونم به خدا یاد بدم اینو رستگار کن، اونو رستگار نکن، اینو به بهشت ببر، اونو به بهشت نبر، دیگه اینا به ما نیومده خلاصش. بله. من خودم یه سوال داشتم. خب من خودم تشابهی هست بین کار لوتر و تصوف ما، و بچه تشابه در این گرفتیم که در لوتر اون واسطه ها رو کنار زد و گفتیم در تصوف هم اینطوره، ولی این مسئله شیف و مرشد و اینا خیلی روش تاکید میشه در تصوف. بله ببینید، قبول دارم، من این رو همیشه گفتم که تصوف ما از بی صورتی آغاز شد ولی بعد صورت پیدا کرد، ده ها صورت هم پیدا کرد. قرار ابتدا این بود، خیلی قرارا بود، گفت اول بنا نبود به سوزن عاشقان، آتش به جان شمع فتد کین بنا نهاد، بنا نبود، دینم بنا نبود روحانیت داشته باشه، روحانیت پیدا شد و این ظاهرا جزء اقتضائات و ضروریات زندگی اجتماعیه. آره این درسته، بنا بود که صوفیان ارتباط مستقیم با خداوند داشته باشن، بنا بود که حتی درس نخونن تا اونقدر روح پاک و پاکیزه داشته باشن که حقایق در اونها بتابه و اینا احتیاجی به کسی که حقیقتها رو اونا یاد بده نداشته باشن. ولی خب از این حد فراتر رفت. اما یه نکته هست، شیخ ابتدا در تصوف به معنای معلم بود، به معنای راهنما بود، بعدها اون نقش واسطگی رو پیدا کرد که اون یه جور انحطاط و انحرافی بود از تصوف راستین اولیه. صداتون نمیاد. بله بله، بلندتر.
شما مطرح کردی اگه درست متوجه شدم گفتیم که آقای لوتر در مطالعات و شاید استادیای دانشگاهیش با مکتب نامینالیزم آشنا شد. بله. آیا قبول داشت این مکتب رو یا اینکه فقط آشنا شده بود؟ چون بعد شما گفتیم که ایشون یه هیومنیست عملا چیزایی که مطرح کرده بود حق حقوق انسان و که انسان یک موجود ناچیز و صفر نیست در مقابل خدا. من متوجه نشدم نامینالیزم رو قبول داشت، چون نامینالیزم چیزی که من یادم میاد از صحبت شما اگه اشتباه نکنم خدایی رو معرفی میکرد که خدا هیچ قیدبندی نداره، همه میتونه عادل باشه میتونه نباشه، هر شکلی میتونه هر صفتی میتونه داشته باشه، همونجوری که خودتون هم گفتین ذات خاصی نداره، ولی خب این عملا خدایی میشه که انسان رو صفر میرسونه. بله ببینید در این باب در حدی که من اطلاع دارم لوتر به طور مشخص راجع به نامینالیزم سخنی نگفته. ما از بایوگرافی او میدونیم که در تحصیلاتش این مواد وجود داشته، ولی یک چیز هست، اون با اسکولاستیک تئولوژی، با تئولوژی اسکولاستیک خیلی مخالف بود و تئولوژی اسکولاستیک دقیقا غیر نامینالیست بود. یعنی اصلا نامینالیزم آمد و تیشه به ریشه اسکولاستیسیزم زد. اگر این رو ببینیم همچنین با ارسطوتالیانیزم، یعنی با ارسطوگری که باز پدر همون قول به کلیات است، با اینا مخالف بود. می شود گفت که آره نزدیک بود به نامینالیزم، تحصیلات هم کرده بود. سخن من این بود که اینا ظاهراً اثر گذاشت در او. اینکه حالا بیاد بگه من 100% قبول دارم یا رد میکنم، اون فیلسوف نبود و کتاب فلسفی هم ننوشت. این اندیشه ها رو همه رو خرج دینشناسی خودش کرد، ولی تأثیراتش در رو دیده میشود. بله، برای اینکه خب این چیز کوچکی نیست که شما بیاید و به هم بزنید این یک کلیسای رو و اون اقتدار رو و اون جماعت رو، اون سنت و جماعت، اون جمع رو شما بشکنید. یک مورد دیگری هم که میشود گفت که نامینالیزم آقای لوتر در رو اثر گذاشته بود، در مسئله یوکاریست بوده، نمون عشای ربانی، همین مراسمی که در کلیساها برگزار میشه دیگه. شما به منزله یک مسیحی تعمید شده وقتی اونجا حاضر میشید، در آخر مراسم جناب کشیش یک اندکی شراب به شما مینشوند و اندکی نان، یک قطعه های خیلی باریک نانه که در دهان میذارن و کمی شراب. این نان بدن عیساست و اون شراب خون عیساست. خب این از کجا آمده؟ از اینکه در آخرین شبی که عیسی با یاران و حواریون خودش نشست، اولا آبی بود که اون آب رو تبدیل به شراب کرد و بعد نانی بود، یا اینکه نه از اول هم شراب بود. به هر حال از این شراب به یارانش خوران و گفت این خون من است که میخورید، و از اون نان به اونها داد گفت این پیکر من است. در تمام کلیساها این اتفاق میفته و در آخر مراسم نان و شراب به مؤمنان داده میشود. از ابتدایی که کلیسا شکل گرفت این ماجرا مطرح بود که این نان و شرابی که ما در کلیسا می دهیم به مؤمنان بدن حقیقی عیساست و خون حقیقی عیساست، یا سیمبولیکه، نشانه ایست که این گویا بدن عیساست، گوشت عیساست و اونم خون عیساست. شما نمی دونید چقدر کتاب در این باب نوشته، چقدر فلسفه بافی شده. و اینها بالاخره یک تئوری درست کردن به نام ترانس سابستانشیشن. ترانس سابستانشیشن یعنی تبدل جوهری، که این دقیقا از همون مفاهیم غیر نامینالیستی برمیخیزه. این ترانس سابستانشیشن معنیش این بود که جناب کشیش اتوریتهی پیدا میکنه، و این خیلی مهم بود. خود لوتر هم یه جایی این رو نوشته روز اولی که من کشیش شدم توی آیین کاتولیک، وقتی حس میکردم این اتوریته رو به من دادن خیلی احساس غریبی داشتم. این اتوریته خیلی، یکیش این که گناهان رو میتونم بیامرزم، خیلی مهم بود این چیزا، حتی این همه رو سلب کرد بعدن از هم لباسای خودش. یکی این که اتوریتی که شما پیدا میکنید در اون مراسم، فقط در اون مراسم و تو خونتون نه، تحت اتوریته شما اون شراب واقعا خون عیسی میشود.
و اون نان واقعا گوشت عیسی می شود. در اونجا ترانس سابستانشیشن یعنی تبدل جوهری صورت می گیره و فقط در اون مراسم و به دست کشیش این اتفاق می افته. اگه یکی دیگه بیاد اون نونو به شما بده یا خودتون بردارین بخورین این خبرها نیست، فقط اون تبرکی و اون بلسینگی که اون می بخشه و اون اتوریتهی که از کلیسا گرفته از پاپ و تا برسه به خود سان پیتر، این قدرت رو اونجا موقتا به شما میده، این جوهر متبدل میشه. یکی از مواردی که آقای لوتر باشون اختلاف کرد همین بود، گفت نه همچه تبدل جوهری نداره، این خیلی نومینالیستیه و اصلا جوهری اینجا نداریم که حالا این جوهر به یه جوهر دیگه بدل میشود. و چی گفتم چه فلسفه بافی ها اینجا شده، چقدر همین فیلسوفان نامینالیست راجع به همین مطلب سخن گفتن که واقعا اونجا چه اتفاقی میفته. خب اگه شما بنا رو بر این گذاشتید که عیسی چون گفت چنین است پس همواره چنین است، پس همواره خون و گوشت او هست که به مؤمنان داده میشود، بعد یه فلسفه هم برش داشته باشید. ایشان به دلیل نومینالیزم خودش منکر این بود، میگفت این سیمبولیکه. بله، و بعدش هم جناب کشیش اتوریته ای نداره، اصلا اتوریته ای که از جایی به کشیش نمیدن، یه کسی خودش کشیش میشه، شما دورتون یه ده جمع میشن، شما یه تفسیر از کتاب مقدس دارن دارین یه چرچ هم بنا میکنین، بعدم به دست شما نه شراب خون میشه نه نون گوشت میشه هیچ کدوم، و اصلا از ابتدا هم نمیشده، بلکه اینا همش اسمی بوده، گویی دارید از خون عیسی میخورید، گویی دارید از گوشت عیسی میخورید و هاکزا. خب خیلی ممنون از یکایک دوستان در تماس خودم.